أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما محصلین عزیز. سومین جلسه مضمون سیستم های حقوقی معاصر جهان را داریم که سومین جلسه درسی است. باز هم در اینجا یک بار دیگر منابع درسی را خدمت شما آوردیم و در تصویر شما مشاهده میکنید که کتاب حقوق تطبیقی عبدالحسین شیروی است و کتاب سیستم های حقوقی معاصر جهان کوهان نصرالله استانکزی. و این منابع را به خاطری به شما معرفی میکنیم که مطالعه بیشتر و مفصلتر داشته باشیم در رابطه با سیستم های حقوقی معاصر. بر علاوه که شما این تصاویر را میبینین یا ویدیوها را مطالعه میکنین، مرور میکنین، میبینین، شمایی دو تا کتاب هم بخاطری که مطالعه بیشتر بکنین و به صورت مفصل در رابطه با سیستم ها و یا نظام های حقوقی معاصر جهان و خانواده های بزرگ حقوقی معلومات حاصل بکنین، به اینا مراجعه بکنین. در کنار این دو تا منبع که من خدمت شما عرض کردم و در تصویرم شما میبینین، شما در او پایین میبینین که من یک چپترم و یا جزوه درسی را که به شکل پی دی اف هست و یا به شکل هاردش هم به خدمت شما گذاشتیم. میتونین محصلین عزیز شما از این منابع در جهت توسعه دانشتان استفاده بکنین و به خاطری که شما اگر به عنوان یک شاگرد حقوق میخواین در رابطه با نظام های حقوقی معلومات مفصل داشته باشین، تنها به این ویدیوها اکتفا نکنین، باید که به این منابع درسی مراجعه بکنین. اگر هر دو کتاب نمیتونین، لااقل یکی از این کتاب ها را بگیرین. اگر هر دوی این کتاب ها نمیتونین، خرید امکانات مالی ندارین یا دسترسی ندارین، به هر حالت میشه شما لااقل امو چپتر را خواست اداره پانتون بگیرین از امون بخش نشرات. خب در جلسات قبلی ما و شما در رابطه با ای که سیستم های حقوقی چیست و چند نظام و یا سیستم حقوقی وجود داره و در رابطه با ای که ما خانواده های بزرگ حقوقی را بر روش و یا شیوه تطبیقی یا مقایسوی میخوانیم هم خدمت شما عرض کرده بودیم. متاسفانه که اینجا وقت کم است، چون تاکید اداره پانتون به همی است که باید به مسئله مباحث پرداخته شد و بیشتر وقت و یا ترکیز سرمو اصل مباحث و مسائل باشه، چون امو پروسه اپلود و دانلود هم برای استاد هم برای شما محسن عزیز و هم برای اداره یک مقدار مشکلات خاص خودشه داره. بنابراین از مرور بیشتر درس گذشته یا دو جلسه قبلی خودداری میکنیم. این در رابطه با مبحث امروزی درس ما و شما که ارتباط حقوق مقایسوی را یا ارتباط حقوق تطبیقی را با سایر رشته های حقوقی بدانیم. در جلسه قبلی ما شما این بحث دلایل نیاز به یکسانسازی مقررات حقوقی و انواع حقوق تطبیقی و اینها را داشتیم. حالا ما بحث ما ایست که چگونه میتونیم رابطه حقوق تطبیقی را با سایر رشته های حقوقی هم به بررسی بگیریم، که به صورت مختصر ما و شما این بحث را به پیش میبریم. برای درک بهتر حقوق تطبیقی ضرورت است که ما ارتباط حقوق تطبیقی را یا حقوق مقایسوی را با سایر رشته های حقوقی که به گونه با مطالعات حقوق خارجی مرتبطن یا حقوق را در کلیت خودش مورد مطالعه و پژوهش قرار میدهند چی بکنیم؟
بررسی بکنیم، چون ما شما در یک مبحث کلی گفته بودیم که مباحث حقوقی به دو دسته تقسیم میشد که حقوق تطبیقی در دسته دوم قرار میگرفت که مسائل و مباحث حقوقی را به صورت کلی ترش مورد بحث و بررسی و مطالعه قرار میداد. اول ارتباط حقوق مقایسوی با مطالعات حقوق چی است؟ خارجی است. منظور ما از حقوق خارجی حقوق کشورهای دیگر است، یا به عبارت دقیق تر حقوق همه کشورهای جهان برای ما حقوق چی است؟ حقوق خارجی است. خب گپ چیست؟ گپی است که هر کشور متناسب با سابقه تاریخی، خصوصیات خاص خودش هم و کشور چی میکنه؟ یک نظام حقوقی خاص خودش داره، یا به عبارت دیگر میتونیم بگیم که هر کشور متناسب با سابقه تاریخی، وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی خاص خود حقوق ملی خودش را دارد که آن را از سایر حقوق کشورها چی میکنه؟ مجزا میسازد. یعنی که هر کشور متناسب با عمو وضعیت خودش یک نظام حقوقی را ایجاد میکنه. چون در درس بعدی باز با شما به این که چند نظام حقوقی وجود داره و کدام عوامل در این دخیل بوده اشاره میکنیم، ولی این را همه قدر بفهمیم که یکی از مهمترین دلایلی که هر کشور یک نظام حقوقی خاص خود داره عامل تاریخی است، یا سابقه تاریخی است، یا پیشینی تاریخی است. مثلا اکثر کشورهای عضو نظام حقوقی کاملا امروزه که عضو خانواده حقوقی کاملا هستند پیشینه مستعمره بودن انگلیس را دارند، و چون که این نظام حقوقی در انگلستان شکل گرفته و در عصر استعمار این به سایر کشورها گسترش و توسعه پیدا کرده، بنابراین سابقه تاریخی باعث شده تا یک تعدادی از کشورهای جهان حقوقشان یکسان و مشترک باشد. ولی به صورت مطلق نیست که حقوق همه کشورها 100% با یک دیگر چی باشه؟ همسان باشه. ممکن به لحاظ تاریخی چند تا کشور با هم وجوه اشتراک داشته باشند، اما دین، جغرافیا، فرهنگ، نژاد، نظام سیاسی حاکم در او کشور میتونه وجه اختلاف بیشتر حقوق و کشور با کشور دیگر داشته باشند. به این لحاظ برای دست یافتن به راهکارهای مناسب می توانیم از حقوق مقایسوی در مطالعه حقوق کشورهای خارجی چی بکنیم؟ استفاده کنیم. در همین جاست که می توان رابطه حقوق مقایسوی را با مطالعه حقوق خارجی چی کرد؟ حس کرد. یعنی ما همیشه فرض بایی بگیریم که ما در جلسات قبلی یک بحث مایی بود که یکی از مهمترین اهداف حقوق تطبیقی اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید بود. فرض بایی بگیریم که ما میخواییم یک قانون جدید وضع بکنیم در یک زمینه، ما با مطالعه حقوق کشورهای دیگر میتونیم بهترین حقوق چی بکنیم؟ بهترین قانون انتخاب بکنیم. این زمان امکان پذیر است که ما یک مطالعه چی داشته باشیم؟ کلی از حقوق خارجی، از حقوق کشورهای دیگه جهان. دوم رشته ای که حقوق تطبیقی یا حقوق مقایسوی رابطش با او باید مورد بررسی قرار بگیره، ارتباط حقوق تطبیقی با حقوق بین الملل خصوصی است. اول اینجا باید عرض بکنیم که حقوق بین الملل خصوصی مجموع قواعد و مقررات است که روابط خصوصی افراد را در سطح بین‌المللی چی میکنه؟ تنظیم میکنه، یا مورد بحث و بررسی و مطالعه قرار میده، که چند تا مبحث کلان داره. بحث تابعیت است، بحث اقامتگاه است،
موضوع تعارض قوانین است، تعارض صلاحیت محاکم است، موضوع وضعیت حقوقی بیگانگان و اینا است که در مجموع حقوق بین الملل خصوصی اینا را مورد بحث و بررسی و مطالعه قرار میدن. از اونجایی که حقوق خصوصی اعمال قانون خارجی را در یک نظام ملی مورد بررسی قرار میدهد و این هم مستخدم استفاده از روش هایی است که در حقوق مقایسوی ایجاد شده است، یعنی ما می توانیم با استفاده از مطالعه حقوق مقایسوی میان حقوق کشورها رابطه حقوقی ادبه کشورهای مختلف را با کشور میزبان تنظیم بکنیم و بدانیم که ادبای خارجی در کشور میزبان از کدام حقوق امتیازات برخوردار. خلاصه گپی که ما در موضوع در مضمون حقوق بین الملل خصوصی به دنبال هستیم که مثلا وضعیت حقوقی بیگانگان را در افغانستان مورد بحث و بررسی و مطالعه قرار بدیم، یعنی یک بیگانه از کدام حق و حقوق امتیازات میتونه در افغانستان چی باشه مستفید شه. مثلا یکی از حقوق بیگانه در افغانستان حق حیات است، مطابق به ماده 23 قانون اساسی افغانستان دولت افغانستان یا هیچ فردی در افغانستان بدون موجب قانون حق سلب حق حیات از اتباعی داخلی و اتباعی خارجی یا در مجموع از هیچ انسانی نداره. یعنی گپ ما ایست که نظام حقوقی افغانستان برای یک بیگانه حق حیات داده، حق مثلا ای را داده که در افغانستان او اقامتگاه داشته باشه، حق ای را داده که او در اینجا سرمایه گذاری بکنه، حق ای را داده که اموال غیر منقول داشته باشه، اموال منقول داشته باشه نه غیر منقول. لذا این حقوق است که برای یک بیگانه در یک نظام ملی داده شده. دیگه ارتباط حقوق مقایسوی را با حقوق بین الملل عمومی مورد بحث و بررسی و مطالعه قرار میدیم. یعنی مهمترین بحث در حقوق بین الملل عمومی که حقوق بین الملل عمومی را هم اینجا تعریف شاوردیم، شما مسئولین عزیز در تصویر مشاهده میکنین که مجموع قواعد و اصول است که ناظر بر روابط دولت ها و سازمان های بین المللی میباشد. یعنی ای که تابعان حقوق بین الملل عمومی به صورت کلی تر چی از دولت ها و سازمان های بین المللی است. یعنی حقوق بین الملل عمومی ناظر است یا تنظیم کننده است روابط دولت ها را با دولت ها، دولت ها را با سازمان های بین المللی و سازمان های بین المللی را با سازمان های بین المللی مورد بحث و بررسی و مطالعه قرار می دهد. و مهمترین بحث هم در مضمون حقوق بین الملل عمومی موضوع معاهدات است که می تواند معاهدات دو جانبه باشد و یا معاهدات چند جانبه باشد. شما برای تهیه و تنظیم معاهدات بین المللی مجبور هستین مناسب ترین راه حل ها و مقررات را چی بکنین در نظر بگیرین. وقتی شما میخواین مناسب ترین و بهترین راه حل ها را در نظر بگیرین در معاهدات بین المللی که این امر ممکن و مقدور و امکان پذیر نیست که شما مطالعات مقایسوی و یا حقوق مقایسوی رو چی نکنین انجام بده. یعنی بدون در نظر گرفتن ای که شما حقوق مقایسوی را ازش استفاده بکنین و بر اساس روش های حقوق مقایسوی حقوق کشورهای مختلف مطالعه و بررسی بکنین و بهترین راه حل پیدا بکنین و معاهده را در نظر بگیریم و یا تنظیم بکنیم که برای همه کشورها و یا طرفهای حقوق اما معاهده بین المللی چه باشه؟ قابل تحمل و قابل پذیرش باشه. و یک بحث دیگه هم در این رابطه ای است که طبق بند یک ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی عدالت که یکی از ارکان سازمان ملل متحد است، یکی از منابع حقوق دولت ها قواعد عمومی
حقوقی است که از سوی کشورهای متمدن به رسمیت شناخته شده است می باشد و تعیین این قواعد بدون مطالعه و بررسی مقایسوی نظام های حقوقی جهان ممکن نیست. شما چی میدانید که مثلا قواعد عمومی حقوق در ایالات متحده امریکا چیست؟ این ممکن و مقدور نیست الا که شما حقوق امریکا را مطالعه بکنید. چهارم، ارتباط حقوق مقایسوی را با تاریخ حقوق شما باید مقایسه بکنید. اول، محصلین عزیز، این را باید بدانیم که تاریخ حقوق چیست. علم است که پیدایش و تکامل و تحول نهادها، سازمانها، مفاهیم و مقررات حقوقی را در فرایند یا در جریان تاریخی چی میکنند؟ مطالعه میکنند. مطالعه هر دو رشته سبب وسیع‌تر شدن دیدگاه ها میگردد و از طریق مطالعات و تحقیقات تاریخی بیشتر بر روش ها و نتایج حقوق مقایسوی نیازمند است و ما میتوانیم برای مطالعه نظام های حقوقی در ادوار مختلف از مطالعه مقایسوی چی بکنیم؟ کار بگیریم. بحثی است که هر نظام حقوقی، هر سیستم حقوقی در یک فرایند یا در یک جریان تاریخی به خصوص شکل گرفته و شما اگر میخواین تاریخچه و پیشینی هر نظام حقوقی رو بدانین، باید از تاریخ علم حقوق چی بکنین؟ استفاده بکنین، چون که تاریخ علم حقوق اما تکامل و پیدایش و تحول و تغییرات نهادها و سازمانهای حقوقی را مورد بحث و بررسی و مطالعه قرار میده. اگر شما مباحث مربوط به حقوق مقایسوی را مطالعه میکنین، نیازمند حقوق تاریخ حقوق هستین. اگر حقوق مقایسوی را مطالعه میکنین، نیازمند تاریخ حقوق یا برعکس، اگر تاریخ حقوق مقایسه میکنین موضوعات و مسائلش، نیازمند مقایسه مطالعه حقوق مقایسه بسن. لذا باید روابط میان هر دور شما بدانیم. پنجمین، بحث ارتباط حقوق تطبیقی یا حقوق مقایسوی با جامعه شناسی حقوق است. با چی است؟ با جامعه شناسی حقوق. وقتی شما ارتباط حقوق مقایسوی رو با جامعه شناسی حقوق مطالعه میکنین، در اینجا چی هستین؟ نیازمند هستین که رابطه اینا رو باید در نظر بگیرین. در جامعه شناسی حقوق، نهادهای حقوقی، نظریه ها، قواعد و مقررات حقوقی برای پاسخگویی ضرورت های جامعه در جریان از زمان شکل گرفته است، یا به عبارت دیگر جامعه شناسی حقوق به دنبال کشف رابطه سبب و مسبب بین حقوق و جامعه می باشد. شما وقتی قضاوت درباره نظریه های مطرح در جامعه شناسی می کنید، در جامعه شناسی حقوق بسیار کار دشوار از قضاوت می توان از طریق مطالعات و بررسی های مقایسه‌ای و یا تطبیقی بین نظام های حقوقی متفاوت این نظریات و همین دیدگاه ها را مورد نقد و بررسی و یا مورد چی قرار داد؟ تایید قرار داد. شما اگر نظریات و دیدگاه هایی که در عرصه جامعه شناسی حقوق وجود داره میخواین نار اصلاح بکنین، نقد بکنین، ارزیابی بکنین، باید با روش چی انجام بتینید؟ با روش مقایسه. لذا شما نمیتونین منکر داشتن رابطه بین حقوق تطبیقی و حقوق چی باشین؟ جامعه شناسی. ششم، ارتباط حقوق مقایسوی را با دانش حقوق یا با فلسفه حقوق مقایسه میکنیم. دانش حقوقی علم است که در آن نظریه های حقوقی، ماهیت حقوق، کارکرد حقوق و تعدیل و تکمیل و اصلاح مقررات حقوقی چی میشه؟ بررسی میشه و یا مورد بررسی قرار میگیره. ارتباط این دو رشته در حکم دروی چی است؟ یک سکه است، زیرا دانش حقوقی بدون حقوق مقایسوی بی‌محتوا است.
یعنی شما وقتی نظریه های حقوقی را، ماهیت حقوق، کارکرد حقوق مقایسه میکنین، بدون ای که حقوق مقایسوی و یا حقوق تطبیقی را در نظر بگیرین، ای حقوق فلسفی حقوق چی است؟ بی محتوا است. بدون دانش حقوق فاقد دیدگاه، فاقد دید کافی در تشخیص و تمیز خواهد بود. زیرا بر این اساس است که امروزه در فلسفه سه روش تحلیلی، تاریخی و مقایسوی یا تطبیقی چی میشه؟ بکار برده میشه. یعنی شما در فلسفه حقوق وقتی مطالعه میکنین، یک وقت با رویکرد و روش تحلیلی مین مسائل و مباحث حقوقی رو چی میکنین؟ مطالعه میکنین. دوم، با روش و یا شیوه چی؟ تاریخی. اما یکی از روش ها باز شیوه و روش چی است؟ مقایسوی و یا تطبیقی است که از این شما استفاده میکنید. دیگه هفتم، ارتباط حقوق مقایسوی با چی است؟ با جهانی شدن هست. عصری که امروز ما شما زندگی میکنیم عصر گلوبالایزیشن و یا عصر جهانی شدن است و ایران میگن که جهان امروزه به یک دهکده مبدل شده. باز بحث جهانی شدن از خود موافقین و مخالفین خود را داره. بس برخی ها جهانی شدن را غربی شدن می دانن، برخی ها جهانی شدن را یک پروژه می دانن، برخی ها جهانی شدن را یک پروسه می دانن. خب خلاصه ای که اگر ما دید مثبت یا موافق و یا دید منفی یا مخالف به جهانی شدن داشته باشیم، به همه حال باید ما ارتباط حقوق مقایسوی رو با چی به بررسی بگیریم؟ با جهانی شدن بررسی بکنیم. چون که ما در درس گذشته ما در جلسه قبلی در بحث فواید و یا اهمیت مطالعه حقوق تطبیقی یا اهداف و کارکرد حقوق تطبیقی، یکی از مهمترین مسائل و مباحث را بحث رسیدن به وحدت حقوقی دانسته. شما به ویدیوی قبلی یا به جلسه دوم شما وقتی مراجعه بکنید میبینید که یکی از بحثا رسیدن به وحدت حقوقی در سطح جهانی بوده که ما گفتیم در کنگره بین‌المللی پاریس هم سالی و لامبر به این موضوع اشاره داشتن که روز جهان صاحب حقوق واحد خواهد شد. خب اگر ما جهانی شدن را با دید مثبت‌تر ببینیم و به این باور باشیم که روز همه چیز جهانی خواهد شد، اینجا نیازمند هستیم که برای ای که ما پا به پای جهان در حرکت باشیم، باید از حقوق تطبیقی استفاده بکنیم تا به ارزش‌های جهانی چی بکنیم؟ برسیم. خب میم در این رابطه که جهانی شدن چیست؟ جهانی شدن میگه پدیده است که بر اساس آن ارتباطات و تبادلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در فراسوی مرزها شدیداً گسترش می‌یابد. یا به عبارت دیگر، جهانی شدن به پدیده اطلاق می‌گردد که در نتیجه آن ارتباطات تبادلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در خارج مرزها شدیداً چه می‌کند؟ افزایش میاد یا شدیداً گسترش پیدا میکنه. یعنی بحثی است که شما وقتی حرف و دم از جهانی شدن دارین، روابطتان به شدت در فراسوی مرزهایتان یا در آن سوی مرزها چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. شما وابستگی ها پیدا میکنیم. چون یک نام دیگر عصری که ما زندگی میکنیم عصر وابستگی هست. همه کشورهای جهان از اول قدرت گرفته تا رئیس قدرت، از کشورهای بزرگ تا کشورهای منطقه‌ای یا قدرت‌های منطقه‌ای تا کشورهای کوچک، در عصری به سر می‌برند که به همدیگر چی هستند؟ وابسته هستند. هیچ کشوری به مفهوم کلاسیکیش امروز مستقل در جهان نیست. خب وقتی جهانی شدن چنین است،
در مباحث جهانی شدن و بیشتر به دنبال خلق ارزش‌های همپذیر و مشترک در سراسر دنیا هست. شما وقتی ادعا بکنین که ما در عصر جهانی شدن زندگی میکنیم، باید به دنبال خلق ارزش‌هایی باشین که همه دیگر یا کشورهای دیگر رو چی بکنن؟ بپذیرن. یعنی ما باید کوشش بکنیم که همو اختلافات خود با کشورهای دیگه چی بسازیم؟ کمتر بسازیم. وقتی شما به دنبال خلق ارزش‌های همه پذیر و مشترک برای جهان هستین، از طریق مطالعه مقایسوی حقوق ای امر چی است؟ مقدور و امکان پذیر است. یعنی شما فرض رایی بگیرین که میاین یک امر را میخواهیم که جهانی باشه، او را میخواهیم که همه جهان او را قبول بکنه، او وقتی امکان پذیر است که شما حقوق و یا نظام های حقوقی کشورهای جهان را مطالعه کرده و بر مبنای مطالعه دقیق دان از او حقوق و کشورها یک چیزی را خلق بکنید که در تعارض و در تناقض و در تضاد با ارزش ها و اعتقادات و نظام ها و حقوق و قوانین و مقررات مورد قبول هیچ ملت در دنیا چی نشه؟ واقع نشه. چون شما به دنبال خلق ارزش های همه پذیر هستید. دیگر میرسیم به بحث خصوصیات جهانی شدن، که جهانی شدن کدام خصوصیات را داره. یکی از ویژگی های جهانی شدن، بیشتر هم گفتیم، وابستگی شدید اقتصادی کشورهای جهان به یک دیگر است. یعنی از لحاظ اقتصادی در بحث جهانی شدن کشورها به شدت به همدیگر از لحاظ اقتصادی چی میشن؟ وابسته میشن. دوم، ویژگی جهانی شدن از بین رفتن چی از سرحدات فیزیکی بین کشورهای جهان است. مرز به مفهوم فیزیکیش امروز در میان کشورهای جهان از بین رفته. امروز شما نمیتونین در عصر جهانی شدن منکری باشین که تصامیمی که در واشنگتن و در مسکو و در بلژیم و بروکسل و در دهلی و در تهران و در اسلام آباد و بالاخره در یک جای دیگه و یا در یک گوشه ای از دیگر جهان گرفته میشه، او بر شما چی نداره؟ تأثیر نداره. قطعا که تأثیر گذار است، حتما که تأثیر گذار است، و شما نمیتونین از او چی باشین؟ در امان باشین، محفوظ باشین. لذا عصر امروز که عصر جهانی شدن است، بحث سرحدات فیزیکی از بین رفته. با راکت های قاره پیما و فضا پیما و این هایی که وجود داره، و لذا شما نمیتونین در عصر حاضر از سرحدات فیزیکی به شکل کلاسیکی اون صحبت بکنین. یا در بحث اتحادیه اروپا امروز دیگه مرز فیزیکی به صورت کامل معنا و مفهوم خودشه چی کرده؟ از دست داده. دیگر ویژگیش این است که شرکت های چند ملیتی به صورت کامل در عصر جهانی شدن چی میکنه؟ رشد میکنه. خب جهانی شدن ابعاد مختلف داره که ما میتونیم اینجا به سه موردش اشاره بکنیم، که یکی جهانی شدن بازار هست، دیگر بحث جهانی شدن حقوق و بحث جهانی شدن شرکت هاست، که بیشتر تمرکز ما بر جهانی شدن حقوق است. عواملی که تأثیر می‌گذاره در جهانی شدن: کاهش موانع تجارتی بین کشورها که از راه مطالعات حقوق تطبیقی امکان پذیر است. دیگه ای که شرکت‌های چند ملیتی باید بیش از حد یا بیش از گذشته چه بکنه؟ رشد بکنه. دیگر گسترش فناوری‌های جدید که همه کشورهای جهان از فناوری‌های جدید چی بکنن؟ استفاده بکنن. دیگر توسعه شبکه‌های بین‌المللی و تولید و توزیع کالا و خدمات در سراسر جهان رشد میکنه، سبب میشه که تا جهانی شدن به مفهوم واقعی کلمه چی بکنن؟ گسترش پیدا بکنن. دیگر تغییر و شکل
ماهیت کار در عصر حاضر است. امروز شما ببینید یک آدم در داخل خانه شیشتر مثلا با یک شرکت در امریکا قرار داد داده، از اینجا کارهای خود را از افغانستان چی میکنه؟ به پیش میبره. دیگه سازمانهای بین المللی بیرون مرزی باید بیش از حد شکل بگیره تا سازمانهای بین المللی در نتیجه همکاری کشورها ممکن است ایجاد شد. وقتی کشورها سازمانهای بین المللی بیشتر ایجاد بکنن در چارچوب و سازمانها با همدیگر همکار باشن، این زمینه جهانی شدن و توسعه و گسترش جهانی شدن بیشتر چی میکنه؟ فراهم میکنه. دیگر با وجود آمدن نقش آفرینی جدید در صحنه بین المللی هست که باعث گسترش چی میشه؟ جهانی شدن میشه. این بود بحث ارتباط حقوق تطبیقی با سایر رشته های حقوقی که به صورت معجز و مختصر در 7 مورد خدمت شما به عرض رسید، که اولش حقوق تطبیقی با مطالعات خارجی بود، حقوق بین الملل خصوصی بود، عمومی بود، دیگر تاریخ حقوق، جامعه شناسی حقوق، فلسفه حقوق و بالاخره هم بحث حقوق مقایسوی با جهانی شده بود. حالا میرسیم به بحث تقسیم بندی نظام های حقوقی. هیچ شکی وجود نداره که بین نظام های حقوقی و یا میان سیستم های حقوقی شباهت های وجود دارد. اگر ما فرض و اصل را به این بگیریم که نظام های حقوقی بر اساس محور نیاز با وجود آمده، پس انسان ها هیچ شکی وجود نداره که نیازهای مشابهی دارند. وقتی نیازهای مشابهی دارند، پس همه نظام های حقوقی در یک سلسله مسائل با همدیگر چی دارن؟ شباهت های. اما باز به دلیلی که انسان ها دیدگاه های مختلف و متفاوتی، همان گونه که میگن انگشت سر انگشت دو تا انسان در جهان در میان بیش از 7 میلیارد انسانی که امروز زنده است یکسان نیست، چهره های انسان ها هم گوناگون و متفاوت است، به همین منوال خصوصیات و افکار و اندیشه ها و بینش های انسان ها هم چی است؟ متفاوت است، از همدیگر فرق دارد، متضاد و متعارض است. پس هیچ شکی وجود نداره که پس نیازهای انسان ها هم تفاوت داره و نظام های حقوقی هم با همدیگر چی دارن؟ تفاوت. یعنی نه ما مطلق میتونیم رد بکنیم که نظام های حقوقی با همدیگر هیچ شباهت ندارن و یا کاملا با همدیگر چی دارن؟ شباهت. خب برخی وقت ها این شباهت ها به قدر روشن و شفاف میباشد که این نظام ها را در یک خانواده حقوقی بزرگتر قرار میده. خب طبقه بندی نظام های حقوقی نوع فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و برای نظم و انضباط در مطالعات حقوقی می باشد. یعنی وقتی ما سیستم مضمونی به نام سیستم های حقوقی و نظام های حقوقی داریم، یک تقسیم بندی حقوقی است که ما به صورت درست‌تر بتانیم همه سیستم ها و نظام های حقوقی کشورهای جهان را چی بکنیم؟ مطالعه و بررسی بکنیم و یا پیرامون حقوق همه کشورهای جهان یک معلومات داشته باشیم. خب تعیین معیارها و ملاک های طبقه بندی، تعیین تعداد خانواده های بزرگ حقوقی و موجودیت نظام حقوقی مختلط از جمله مشکلاتی هستند که در تقسیم بندی نظام های حقوقی یا سیستم های حقوقی با آنها یا با آن چی هستیم؟ مواجه و روبرو یا سر دوچار هستیم. خب میرسیم به مبحث بعدی که معیارها و ملاک های دستبندی نظام های حقوقی است.
خب وقتی ما سیستم ها و نظام های حقوقی را دستبندی میکنیم، کدام معیارها و ملاک ها را باید ما شما چی بکنیم؟ در نظر بگیریم. خب به صورت کلی چند تا معیار در نظر گرفته شده یا ترکیب امی موارد میتونه به عنوان معیار طبقه بندی سیستم ها و نظام های حقوقی چیشه محسوب شد. یکی از این معیارها سابقه و یا پیشینه چی است؟ تاریخی است. سابقه و یا پیشینه چی است؟ تاریخی است. خب این را خب من پیشترم خدمت شما دوستا به عرض رساندم که سیستم های حقوقی بر اساس محور نیاز شکل گرفته، چون که انسان ها نیازهای مادی و معنوی مشابه دارند و هر کشور برای رفع امین نیازهای خودش یک نظام حقوقی را به وجود آورد و انسان ها باز موجودات قدرت طلب هم هستند و به خاطر از این که امین قدرت طلبیشان رقابت و خصومت اینها را در میانشان میتونه ایجاد بکنه، باید یک سیستم ایجاد شه که پاسخگوی نیازهای باشه. چون قدرت طلبی و فزون طلبی و ملیگرایی در میان انسانها مانع شده که انسانها به وحدت حقوقی نرسن، یعنی یک نظام همشمول جهان شمول در جهان چی نکنه؟ شکل نگره. ولی ما این منکری هم شده نمیتونه که باز انسان ها اگر قدرت طلب هم هستن باز هم نظم خواهی و اینها هم وجود داره، ولی روی هم رفته این معیار ها وجود داره که برای تقسیم بندی و یا دستبندی نظام های حقوقی وجود داره. یک سابقه تاریخی، سابقه تاریخی یا تاریخ مشترک در شکل گیری ساختارها، نهادها، مفاهیم و منابع حقوقی مؤثر، و تاریخ مشترک و متفاوت میتواند توجیه کننده شباهت ها و تفاوت ها میان نظام های حقوقی باشد. اگر دو کشور با همدیگر تاریخ مشترک دارند، قطعاً که نظام حقوقی مشترکی هم دارند، یا لااقل مشترکاتشان بیشتر از تا تفاوت هاش. اگر دو کشور تاریخ مشترک ندارند، باز تفاوت هایشان بیشتر از مشترکات شماست. لذا یکی از معیارهای دستبندی نظام های حقوقی بحث سابقه چی است؟ تاریخی یا پیشینه تاریخی است که ایده ای از کشورهای جهان وقتی تاریخچه و یا پیشینه مشترک دارن، قطعا که اونها چی دارن؟ نظام حقوقی مشترک دارن. دوم عامل یا دوم معیار، منطق حقوقی حاکم است. در تمام نظام ها جهت رسیدن به حکم یک موضوع یا اصدار حکم یک موضوع مشخص از منطق حقوقی چی میشه؟ استفاده میشه. این منطق ممکن است بر اساس برهان و یا دلیل باشد که از یک قضیه کلی و یا یک قضیه جزئی چی شوه؟ شروع شوه و به یک نتیجه برسه و یا از یک قضیه کلی و جزئی و نتیجه چی شوه؟ تشکیل شوه. مثلا هر کس به دیگری خسارت وارد کند باید آن را جبران کند، یعنی هر کسی به کسی دیگری زیانی را وارد بکنه باید رو چی بکنه؟ جبران بکنه. پس احمد یک قضیه چی است؟ کلی هست، یک منطق حقوقی داره که دوم قضیه جزئی است. احمد به محمود خسارت وارد کرده است، نتیجه خساره وارد کردن احمد به محمود چی است؟ بنابراین احمد باید خسارت وارده به محمود را چی بکنه؟ جبران. اینمی چی است؟ یک منطق حقوقی است.
و یا هم ممکن است بر اساس قیاس باشد که از یک قضیه جزئی شروع شود. احمد شیشه منزل محمود را شکست یا شکست با تعویض شیشه چی شد؟ محکوم شد. باید شیشه رو چی بکنه؟ تبدیل بکنه. و یک قضیه جزئی مشابه احمد با موتر خود به دیوار خانه محمود زد و آن را خراب کرد. و یک نتیجه، احمد باید دیوار خانه را بازسازی کند. یعنی احمد مکلف است. این قضیه را از هر جانبی که در نظر بگیریم، گپ اصلی اموست که هر کس به دیگر خساره وارد بکنه، این منطق حقوقی است که باید به او چی بکنه؟ جبران خساره بکنه. که اینجا باز بعضی از نظام های حقوقی، مثلا کشورهایی که پیرو نظام حقوقی نوشته یا رومن جرمن هستند، از روش قضیه چی استفاده میکنن؟ کلی استفاده میکنن. و کشورهایی که متعلق به نظام کامل لا یا نظام غیر مدون هستند، باز از روش دومی چی میکنن؟ استفاده میکنن. لذا دومین معیار برای تقسیم بندی نظام های حقوقی منطق حقوقی حاکم است که هر نظام به خصوص خاص خود دارد. سوم معیار نهادهای حقوقی ویژه و خاص است. برخی از کشورها یا برخی از نهادهای حقوقی مختص به یک نظام حقوقی معین است که وجود این نهادها مبنای طبقه بندی آن نظام ها قرار می گیرد. مثلا نهاد وقف که ما شما در نظام حقوقی اسلام داریم که اگر فرصت نصیب بود انشاءالله با جزئیات ایره باز در جایگاهش توضیح خواهیم داد. و دیگه نهاد عوض و معوض را که ما در نظام حقوقی کامل داریم، یا حتی به صورت مشخصتر اگر بگیم و شما مثلا لوی جرگه را به عنوان یک نهاد مؤسس یا عالی ترین مرجع تصمیم گیری در نظام حقوقی افغانستان داریم که باز در نظام های حقوقی دیگه ایره کمتر میتونیم سراغش یا نظیرش پیدا بکنیم. سوم منابع حقوق و جایگاه آن هم یکی از معیار هاست که اشتراک منابع حقوق، سلسله مراتب آن و نحوه تفسیرشان عوامل مهم دیگر در تقسیم بندی نظام های حقوقی جهان محسوب میشه. مثلا اهمیت رویه قضایی که نظام حقوقی کاملا را به نام نظام رویه قضایی هم بشناسند، و یا نظام حقوقی رومن جرمنی که به نام نظام حقوقی چی هم بشناسند؟ مدون و یا تدوین شده، که منظور اینجا از قانون است که تدوین شده است میشناسند. لذا یکی از معیارها بحث منابع حقوقی و جایگاه آن است که در نظام های حقوقی مختلف متفاوت چی میکنند؟ فرق میکنند متفاوت. پنجمین معیار ایدئولوژی حاکم است. وضعیت اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در هر کشور تحت تاثیر ایدئولوژی اون کشور و یا اون جامعه می باشد. ایدئولوژی ممکن است مذهب، اعتقادات ملی یا گرایشات سیاسی باشد. مثلا نظام های متعلق به نظام اسلامی، هندوها و سوسیالیست ها یا سوسیالیستی از جمله طبقه بندی هایی هستند که بر اساس ایدئولوژی چی کرده؟ شکل گرفته. خب مثلا یک کشوری که متأثر از نظام سوسیالیستی از ایدئولوژی سوسیالیستی است، نظام حقوقی که در اونجا شکل میگیره بر اساس امو ایدئولوژی سوسیالیستی است که ما شما انشاءالله جزئیات اینها را از اینکه فرصت در اینجا کم است نمیشه بیشتر توضیح بدیم، باز در نظام‌های حقوقی اسلام و سوسیالیستی و اینها انشاءالله العزیز که با جزئیات. حالا میرسیم به بحث ای بود امو معیارها که یعنی معیارها وجود داره و بر اساس این معیارها ما میایم چی میکنیم؟ نظام های حقوقی را دسته‌بندی میکنیم. حالا میرسیم به تعداد نظام های حقوقی که چی دیدگاه ها و نظریات در رابطه به
نظام های حقوقی وجود داره که چه تعداد از سیستم ها و نظام های یا خانواده های بزرگ حقوقی وجود داره. خب ما در جلسه اول هم خدمت شما دوستان عرض کرده بودیم که تعداد نظام های حقوقی در یک تعریف کلی بیشتر از تعداد چی از کشور هست، اما در اینجا ما شما منظور ما از خانواده های بزرگ حقوقی است. مثلا نظام حقوقی اسلام 57 کشور اسلامی یا 68 میلیارد مسلمان به نحوی از این نظام حقوقی چی هستن؟ متأثر و تأثیر پذیر هستن. از نظر مارکسیست ها ای که مارکسیست ها کی هست؟ فقط امی قدر اشاره میکنم که مارکس یک آلمانی بود که نامش کارل بود، تخلصش مارکس بود. ای به اصطلاح از خود پیروانی داره که باز مکتبش به نام مارکسیزم میشناسن و کسانی که به ایدولوژی و به باور مارکس و افکار و اندیشه های مارکس و سایر اندیشمندان این مکتب معتقد و باورمند است به نام مارکسیست میشناسندش. اینها باور دارن که فقط در جهان دو نظام حقوقی وجود دارن، یکی نظام سوسیالیستی است، یکی نظام سرمایه. خب ای که باست نظام سوسیالیستی چیست؟ انشاءالله ما شمایی را با جزیات بخیر و خوبی در جلسات بعدی بخیر میخوام. خب دوم نظر یک حقوقدان اهل چک است. یعنی چکی است؟ ای باور داره که سه تا نظام حقوقی در جهان وجود داره. یک نظام حقوقی کامن لا هست که به نام انگلیسی امریکایی میدانن، دیگر نظام حقوقی رومن جرمن یا حقوق مدون میدانن یا حقوق تبیین شده میدانن، و سوم هم نظام حقوقی اسلام است. این دیدگاه نب حقوقدان اهل چک است. دیگر از نظر رنا داوید فرانسوی باورش است که چهار نظام حقوقی در جهان رومن جرمن است، کامل لا است و نظام سوسیالیستی و بالاخره نظام‌های متکی به مذهب یا سنت که به اساس نظر رنا داوید یا دیوید نظام‌های مثل اسلام و یهودی و کلیسایی و هندویی و بودایی و اینها باز از جمله نظام‌های متکی به مذهب و چی هستن؟ سنت هستن. خب معاصرین عزیز امید است تا این دم ما را همراهی کرده باشین و خسته هم نشده باشین. خب ادامه تعداد نظام های حقوقی را داریم که گفتیم دیدگاه ها و یا باورها یا اندیشه های مختلف و متفاوت در رابطه با تقسیم بندی نظام های حقوقی وجود داره. برخی دیگر از حقوقدانان اروپایی باور دارند که فقط چهار نظام حقوقی وجود دارد: حقوق انگلیس، حقوق امریکایی، حقوق اسلام و حقوق سوسیالیستی. که نظام سوسیالیستی منظور ما همون نظام حقوقی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده که در جایگاهش انشاءالله به او میپردازیم، اما این روز هم یک تعدادی از کشورهای جهان مثل کوریای شمالی، مثل کوبا، مثل ونزوئلا هم با گرایشات سوسیالیستی کماکان به حیات سیاسی خودشان دارن ادامه میدن. در یک تقسیم بندی کلی میتوانیم نظام های حقوقی را به بخش های زل چی بکنیم؟ تقسیم بندی که به این اساس نظام های حقوقی باز به هفت دسته تقسیم میشه. یک، نظام حقوقی رومی آلمانی یا رومی جرمنی یا رومن جرمنی، نظام حقوقی عرفی یا نانوشته یا کامل لا، نظام حقوقی سوسیالیستی، نظام حقوقی اسلام، نظام حقوقی آفریقایی، نظام حقوقی هندو و خاور دور که باز شامل چین و ژاپن و اینها میشه، و هفتم مورد هم نظام حقوقی چی است؟ مختلط است. نظام حقوقی یا نظام های حقوقی مختلط است که بعضی از کشورهای جهان
هستند که نه مختص نظام حقوقی کاملا را دارند و نه هم مختص و یا مشخص نظام حقوقی رومن جرمنی که دارند. حتی کشورهایی که به صورت مشخصتر عضو یک خانواده حقوقی خاص هستند، ما پیشتر اشاره کردیم که اکثرا مستعمرات سابق بریتانیای کبیر یا انگلیس پیرو نظام حقوقی کامن لا هستند، مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا. اما باز در داخل اینمی کشورها هم برخی از ایالت های از اینا هستند که چی هستند؟ نه نظام پیرو نظام کامل لا نیستن. مثلا این کشورها که دارای نظام های فدرالی هستن، مثلا ایالت کپ در کانادا و ایالت لویزیانای امریکا از سیستم ترکیبی مدون و کامل لا چی میکنه؟ پیروی میکنه. یا مثل پاکستان که از نظر حقوق خانواده یا حقوق فامیل به اسلام تعلق داره یا از اسلام پیروی میکنه، اما از نظر اقتصادی به کاملا و بخشیان متأثر از سنت های داخلی کشور چی میباشه؟ پاکستان میباشه. لذا گپ مایی است که تعدادی از کشورهای جهان نه مطلق اسلامی هستن، نه مطلق مثلا کاملا، نه مطلق رومن جرمن. این کشورها باز در ذیل نظام های حقوقی مختلط یا ترکیبی چی میکنه؟ قرار میگیرد. که افغانستان هم از جمله کشورهایی است که متأثر از نظام حقوقی رومن جرمنیک و اسلام است. کشورهای متعلق به یک نظام حقوقی همه از نظر اصول و غیره در یک سطح نیستند که ما بگیم که همه کشورهایی که امروزه در قلمرو جغرافیایی کاملا قرار داره کاملا با همدیگر چی هستن؟ مشابه هستن. نیست. او حقوق کاملایی که در امریکا وجود داره با کاملایی که در انگلیس یعنی برخاستگاه نظام کاملا وجود داره از همدیگر چی دارن؟ تفاوت. بلکه از بخش‌های پررنگ و کمرنگ‌تر تشکیل شدن، مثل دایره‌ای که از مرکز به طرف اطراف کمرنگ می‌کنه. وقتی دایره رو شما بکشین همینطور یک شکل است که نقطه مرکزیش رنگین‌تر از اطرافش میشه. بدین اساس میتوان گفت که برخی کشورها در مرکز دایره قرار دارن و برخی به تناسب به بخشای کمرنگتر تمایل میدن. در بخشای کمرنگ تلافی دو نظام بزرگ حقوقی متصور است. مثلا بسیاری از کشورهای اسلامی متأثر از حقوق نوشته و حقوق اسلام است. مثلا بیشتر هم خدمت شما دوستان عزیزم عرض کردم که افغانستان هم از اسلام و هم از نظام حقوقی رومن جرمنیک یا مدون چی است؟ متأثر است. خب تا این دم امید است که خسته کن نبوده باشد درس برای شما، از این که فرصت اندک ما شما داریم، وقت کم است. یک بار دیگه فقط مرور میکنم، چون درس ما شما در امی حد کافی و شافی است طبق مفردات و پلان درسی ما شما. یک بار دیگه تکرار میکنم که ما شما در سیومین جلسه درسی مضمون چی قرار داریم؟ سیستم ها و یا نظام های حقوقی معاصر جهان قرار داریم که به شکل مقایسه و تطبیقی میخوانیم. اینی منابع درسیش است. در این جلسه ما شما چی مسائل را خواندیم؟ ارتباط حقوق تطبیقی را با سایر رشته های حقوق مطالعه کردیم، که اول ارتباط حقوق تطبیقی را با حقوق خارجی خواندیم، حقوق بین الملل خصوصی خواندیم، با حقوق بین الملل عمومی خواندیم، با تاریخ حقوق خواندیم، با جامعه شناسی حقوق خواندیم و فلسفه حقوق خواندیم، بالاخره هم با چی خواندیم؟ با جهانی شدن. و بعد از این آمدیم به طرفی که
وقتی ما نظام های حقوقی را تقسیم بندی میکنیم با کدام چالش ها و مشکلات و ایگپا چی هستیم؟ مواجه هستیم. گفتیم که نه، شباهت های نظام های حقوقی با همدیگر قابل انکار است و نه هم تفاوت هایشان. و در این حال گفتیم که ما وقتی سیستم ها و نظام های حقوقی را میخوانیم، حقیقتا این یک نوع فعالیت یا یک نوع فعالیت علمی و اکادمیکی و یا نظری برای اهداف و مقاصدی چیست؟ آموزشی است که برای نظم و انضباط بخشیدن در مطالعات حقوقی به کار رفته و ما به دنبالی هستیم که با مطالعه این مضمون پیرامون همه حقوق کشورها و یا سیستم ها و نظام های حقوقی معلومات حاصل بکنیم. و ایر هم گفتیم که تقسیم بندی نظام های حقوقی کار بس دشوار است، معیارهای خاصی را شما پیدا نمیگیرین، اما روی هم رفته حداقل 5 معیار در نظر گرفتن که مثلا یکی سابقه تاریخی است، دو منطق حقوقی حاکم که شما در تصویر میبینین محصلین عزیز، و سوم هم نهادهای حقوقی ویژه و خاص، چهارم هم منابع حقوقی و جایگاه و سلسله مراتبش، آخر هم ایدئولوژی حاکم که اینها تأثیر می‌گذارند تا ما به اساس اینمی معیارها نظام‌های حقوقی رو در خانواده‌های بزرگ تقسیم بندی می‌کنیم. بعد آمدیم به مبحث دیگه درس ما و شما که تعداد نظام‌های حقوقی بود که دیدگاه‌های مختلف بود. مارکسیست‌ها می‌گفتن دو نظام وجود داره. دیگه نب حقوقدان اهل چک باور داشت که فقط 3 تا نظام حقوقی وجود داره. رانت داوید باور داشت که فقط 4 نظام حقوقی وجود داره که در تصویر شما میبینین، رومن جرمن و کاملا و سوسیالیستی و بالاخره نظام های متکی به مذهب یا سنت که گفتیم در ذیل اینها باز نظام های حقوقی یهودی، کلیسایی، اسلام، هندو، هندویزم و خاور و دور و افریقایی و اینها در زمره نظام های حقوقی متکی به مذهب و سنت قرار میگیره که خدمت شما عرض بود. و دیگه دیدگاه های دیگه اروپایی ها هم برمی بود که برخی از حقوق دانانشان باور داره که امو 4 دسته نظام حقوقی وجود داره که اینا باز انگلیس را جدا میدانن، امریکا را جدا میدانن، اسلام هم به عنوان یک نظام حقوقی مستقل قبول دارن، نظام حقوقی سوسیالیستی هم قبول دارن. پس در یک تقسیم بندی کلی تر گفتیم ما میتونیم نتیجه گیری بکنیم که در حقیقت امر 7 نظام حقوقی در دنیای امروز وجود داره که این 7 نظام حقوقی شامل رومن جرمنیک و کاملا و سوسیالیستی و اسلام و افریقایی و هندو و خاور دور که باز خاور دور منظورم و چین و ژاپن این هاست و نظام حقوقی چی؟ مختلف. این یک مرور مختصر و یا یک نتیجه گیری بود که از درس امروزی ما شما داشتیم و حال تشکری میکنم از توجهتان و از همراهیتان که تا ایدم ما را همراه بودین. تا جلسه بعدی، تا جلسه 4 شما را به الله به همتا امانت میکنم. امید است که شما ویدیو را تا اخیر تماشا کرده باشین. ما در صورتی که با کدام مشکل مواجه میشین شماره تلفن ما و شماره واتساپ ما نزد اداره پانتون شما هم در بخش تدریسی و هم در پانزای موجود است. شما با مراجعه به اونها، چون شماره های تماس تک تک شما برای من کار دشوار است که من اونها را پیش خود داشته باشم، ولی از من چون پیش از اونها هست شما میتونین شماره تماس ما بگیرین. در صورت مواجه شدن با کدام مشکل و یا سوال و ابهام تماس بگیرین و یا در واتساپ من پیام بگذارین. اما سوال ها و پرسش ها و چالش ها و ابهام هایی که در درس شما با او مواجه شدین یا در ویدیو مواجه شدین یا بخش های از کتاب یا چپتر یا مثلا سلایت ها را درک کرده نتانستین یا کدام جایی را من
توضیح دادم برای شما گنگ باقی من، پیام بگذارین، ما انشاءالله کوششم به همی خواهد بود که به اسرع وقت یا در اسرع وقت به پاسخهای شما جواب مثبت و قناعت بخش بده. تشکر، الله حافظ و نگهدار.